دنیس راس از مؤسسه واشنگتن برای سیاست‌گذاری در خاور نزدیک و از دیپلمات‌های اصلی در پیشبرد سیاست آمریکا در خاورمیانه و روند صلح منطقه‌ای در میزگرد چشم‌انداز توافق نهایی با ایران با نزدیک شدن موعد مقرر گفت استحکام داعش در عراق برای ایران که از دشمنان خارجی خود برای کنترل در داخل استفاده می‌کند هزینه بالایی خواهد داشت. رژیمی مانند جمهوری اسلامی در کوتاه مدت از وجود دشمنان خارجی خود برای تقویت کنترل در داخل استفاده می کند. اما چنین سیاستی هزینه بالایی خواهد داشت، زیرا اگر داعش در عراق مستحکم شود به ضرر ایران خواهد بود و منشأ یک بحران دائمی برای ایران خواهد شد. جان هنا، مشاور امنیت ملی دیکچنی، معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا، در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمریکا درباره احتمال همکاری نظامی ایران و آمریکا در عراق گفت چنین همکاری به تشدید جنگ شیعه و سنی می‌انجامد. به نظر من هر گونه اقدام و همکاری نظامی با ایران در شرایط فعلی عراق تنها مانند سوختی برای اشتعال بیشتر جنگ سنی و شیعه خواهد بود، جنگی که همکنون در جریانه. جان هنا در ارتباط با روند مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 نیز گفت ایران تقریبا در 2 دهه گذشته تمامی توافقها و پیمانهای بین‌المللی را نقض کرده است و باید قبل از آنکه جامعه بین‌المللی از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران مطمئن شود هر گونه فعالیت غنی‌سازی را متوقف کند. آقای هنا همچنین گفت ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد از کلیه تأسیسات هسته‌ای و نظامی از جمله پارچین و همچنین دانشمندان هسته‌ای‌اش دسترسی داشته باشد.